با نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز خیزش انقلابی زن زندگی آزادی، جمهوری اسلامی با روش‌های مختلف تلاش می‌کند از انتشار فراخوان‌ها جلوگیری کرده و خانواده دادخواهان را وادار به سکوت کند. جزئیات بیشتر رو می‌شنویم در گزارش همکارم آریان ریسباف که از اتاق خبر صدای آمریکا با ماست. آریان، در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، پدر و مادر او در متن مشترکی که در صفحه اینستاگرام امجد امینی منتشر شد، ضمن اعلام برگزاری مراسم سنتی و مذهبی بر مزار مهسا، همگان رو به پرهیز از هر گونه کنش خشونت‌آمیز و واکنش در برابر اون دعوت کردند و همچنین تاکید کردند به جز همین متن اینستاگرامی هیچ متن و نوشته دیگه منتشر نخواهند کرد. پیش از این هم امجد امینی، پدر مهسا امینی، در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا از برگزاری مراسم سالگرد برای دخترش خبر داده بود. صدای معترضین از داخل زندان‌های جمهوری اسلامی هم شنیده میشه. بهار هدایت، زندانی سیاسی، در نهمین روز اعتصاب قضا در زندان اوین در نامه‌ای از مردم خواسته به جای او نگران ایران باشند و اعتصاب قضای خودش رو در برابر ناحقیقت‌هایی که حکومت قصد داره با زور و زنجیر به جای حقیقت غالب کنه ناچیز دونسته. این فعال دانشجویی سابق در این نامه باز هم برخواسته خودش مبنی بر سرنگونی جمهوری اسلامی تاکید کرده. در روزهای گذشته 70 فعال دانشجویی و همینطور خانواده روحی با انتشار متنی خطاب به خانم هدایت از او خواستند به اعتصاب قضای خودش پایان بده. اما نظرسنجی یک روزنامه حکومتی حاشیه‌های زیادی رو به همراه داشته. روزنامه حکومتی ایران در روزهای گذشته مدعی برگزاری یک نظرسنجی در مورد حجاب شده و اقدام به انتشار آمار اون کرده که نشون میده 80% مردم به حجاب اعتقاد دارن، اما 68% مردم احساس میکنن اکثریت جامعه بی‌حجابی رو دوست دارن. اعداد و ارقامی که دستمایه شوخی‌های زیاد کاربران شبکه‌های اجتماعی شد. از سوی دیگه نظرسنجی داده‌های باز ایران در مورد تجربه زنانی که در ماه‌های اخیر بدون حجاب در فضای عمومی حاضر شدن نشون میده از هر 10 زنی که به پرسش‌ها پاسخ دادن، 8 نفر در یکی دو ماه اخیر بدون حجاب اجباری از خونه بیرون رفتن. روزنامه دولتی ایران در دفاع از عدم برگزاری رفراندوم برای نوع پوشش در جامعه هم نوشته حقیقت این است که توده‌های مردم بیش از هر چیز متأثر از رسانه‌ها و روایت‌های برساخته رسانه‌ها از واقعیت هستند و ظرفیت‌های رسانه‌ای گفتمان مخالف حجاب به مراتب بیشتر و مهیاتر از گفتمان مدافع حجابه. این روزنامه ادعا کرده اکثریت مردم با حجاب موافقند، اما اگر درباره اون رفراندوم برگزار شه به حجاب رأی نمیدن. نویسنده مطلب مدعی شده اکثریت مردم ایران تحت تاثیر رسانه‌های اپوزیسیون نسبت به گشت ارشاد ذهنیت منفی دارند و حتی بانوان متدین و محجبه هم علیه گشت ارشاد کمپین را انداختن. نویسنده مطلب در نهایت به این نتیجه رسیده که امکان رفراندوم وجود نداره و اون چیزی که در واقعیت اتفاق خواهد افتاد تاثیرگذاری رسانه‌ای اپوزیسیون و حذف حجاب اجباری. در انتها هم اشاره کنم 12 تشکل صنفی هنرمندان ایران در نامه‌ای سرگشاده با اعتراض به فضای امنیتی در دانشگاه‌ها خواهان توقف رفتارهای خشونتبار حکومتی، لغو تمامی احکام تعلیق، تبعید و محرومیت از تحصیل صادره علیه دانشجویان، توقف اخراج اساتید و بازگشت استادان اخراجی به دانشگاه‌ها شدند. در بخشی از این نامه اومده استاد هنر محصول سال‌ها مطالعه و پژوهش، تجربه اندوزی و همچنین زیست هنرمندان است و یک شبه با سهمیه و رانت و سفارش ساخته نمیشه. پیام. ممنونم. همکارم آریان ریسباف بود از اتاق خبر صدای آمریکا.